با نام خدا و با عرض سلام حضور بینندگان عزیز و ارجمند. ارتشبد فردوست در برنامه گذشته پیرامون ازدواج محمد رضا و فوزیه شاهزاده مصری مطالبی رو بیان داشت. یکی از مسائل فساد اخلاقی محمد رضا و رابطهش با زنی به نام دیو سالار بود که منجر به جدایی و اختلاف بین او و فوزیه شد. به خاطر دارید که ارنست برون جاسوس انگلیسی نقش مهمی رو در این زمینه به عهده داشت. اینک از آقای فردوس می‌خوایم که ادامه اون صحبت‌ها رو بفرمایند. آقای فردوس، با توجه به اتفاقاتی که درون خانه دیو سالار صورت گرفت و تیراندازی که از سوی پرون انجام شد، آیا شما مطلبی رو به پرون گفتید؟ گفتم چطور به خودت اجازه میدی این کارها رو بکنی؟ چگونه میشه؟ گفت من احساساتم وقتی غلیان پیدا کند این مسائل برام مطرح نیست. گفتم حالا اون تیر زده بودی، خب همون موقع ولیت پشت پنجره بود، خب خورده بود به اون. گفت خب حالا که نخورده. چون عادت داشتم به رفتارش با ولیعهد رو برام زیاد تعجب‌آور نبود، دفعه اولی نبود که مثلا این چنین موردی رو مشاهده کرده باشم، به نظر تندخویی و خشونت با همه ولیعهد از طرف پرون. ولیعهد موقع شام خوب با هم بودیم و پیران هم بود و فوزیه. می‌بینیم که فوزیه تحت هیچ عنوان صحبتی کم صحبت بود اصلا، مگر اینکه یه چیزی مطرح می‌کردن که اون مجبور بود مثلا جوابی بدهد. کم صحبت بود اما بسیار تو هم رفته و هیچ صحبتی دیگه نمی کرد. خب مسئله برای من مشخص بود چرا او صحبت نمی کنه. ولی هم اصراری دیگه نمی کرد. بعد گاهی می گفت که خب سر میز غذا که بودیم، خب مثلا از این غذا خوشتون میاد، نمیدونم از این صحبت ها. بعد خب اگه میل دارید بریم سالن بنشینی بعد از غذا، این صحبت های معمولی. او نمیدونست که قضیه چیه، اصلا نمیدونست موضوع چیه، ولی فهمید که این عکس العمل فوزیه یه عکس العمل معمولی نیست و خب میتونست خیلی ساده حدس بزنه که در ارتباط با اون تیراندازی اینها بوده است، حدس بزنه، اما چی، چگونه، چطور، اینهاش خب براش غیر ممکن بود مگر اینکه به او گفته میشد. منم صحبتی نکردم. این یک ماه گذشت، یک کلمه نه در سر میز غذا، نه در سالن، در تمام مدتی که ولیعهد حضور داشت یک کلمه صحبت نکرد و فقط بیشتر علاقه پیدا کرد که سفیر مصر و خانومش رو ببینه، که از این تنهایی عجیب خارج بشه. یه مدتی گذشت از این جریان، بعد متوجه شدم که میخواد این مسافرتی به مصر برود به عنوان استراحت. بعد خودم از
روزی یه سوال کردم که موضوع چیه؟ شنیدم مسافرتی میخوای برید؟ گفت بله، خسته شدم، میخوام برای یک ماه برم به مصر استراحت بکنم. بعد از یه ماه مراجعت میکنم. حالا اونجا چه جریانی بوده، چطور شده، چه اشخاصی نصیحتش کردن مراجعت بکنم که احتمالا خب مادرش و خواهرانش بودند، چون برادرش که اصلا تو این خطا نبود، چون برادرش اصولا قابل تعریفه از نظر برخی خصوصیه. برام اینی بعد یک ماه یا حدودی یک ماه بعد مراجعت کرد. به این ترتیب پرون تیرش به سنگ خورده بود، میبایست که نقشه دیگری پیدا کنند. حالا لابد مشورت میکرده، خب این نقشه هایی که مال خودش که نمیتونسته باشه، نقشه خیلی پیچیده بوده، چون همینطوری که مناظر فرمودید این نقشه رب بردن اون و اون تیراندازی اون هم نقشه پیچیده‌ای بوده و دانستن جزئیات از درون خانه پیچیده بوده. یه مدتی میگذره، یک فردی که عرض کردم قبلا خودش آورده بود به کاخ، خود پرون آورده بود به کاخ به عنوان دوست ما، ولیعت معرفی کرده بود به عنوان دوست پلو ولیعت باشه، به نام تقی امامی. این نقشه، حالا تقی امامی کی آورده؟ تقی امامی خود پرون با اصرار عجیب آورده به کاخ، و چون ورزشکار بود و ولیعت هم ورزشکار بود، این بود که با هم یه سازش اخلاقی در اون زمینه ورزشی پیدا کرده بودن. منم که حسادتی نداشتم و خیلی هم خوشحال بودم که گاهی شبها بتونم برم زندگی خصوصی خودم داشته باشم، وقتی مطمئن بودم که تقی امامی اونجا هست، خب میتونستم برم. یه مدتی از این جریان گذشت، بیم که پرون به من میگه که یه جریاناتی هست. اون جریان چیه؟ خب جریان این است که بین تقی امامی و فوزیه روابط نامشروع وجود دارد. من شاهد، گفت شاهد راننده فوزیه و من موضوع را بلا فاصله به محمد رضا خواهم گفت. و معطلم نشود، همون روز رفت و محمد رضا گفت که یه همچین جریانی هست و چنین روابطی هست بین فوزیه و تقی امامی، یعنی به ولیعت گفت. و بعد ولیعت من رو خواست، گفت
برو راننده رو ببین، راننده پوزیگره، با فرصت کامل ملاقات بکن و هم اطمینان بده به او و هم تهدید کن به اینکه وسایل دیگری هم هست که اگر او دروغ بگوید مدارک دیگری هم وجود دارد. من هم رفتم ترتیب ملاقات با راننده حوزیل دادم، این مرد آمد در ملاقات و مطلب عنوان کردم. گفت بله حدود فلان مدت هست که من یک شب در میون یا هفته دو شب گاهی هر شب تقی امامی و فوزیه رو با هم میبرم روی به تپه های محمودیه. محمودیه بیابان بود اون زمان، حالا همون جاییست که حساب خیابان پیراسته سابق شده، اسم جدیدش نمیدونم، اون منطقه محمودیه گفته میشد. میرم تپای محمودیه و بعد به من میگن پیاده بشو و به کمی دورتر باش تا خبرت کنی. خب من هم یه راننده هستم، ناراحت شد از اینکه مبادا گرفتاری برای او پیدا بشه از طرف ولیت. گفت من بیگناهی ندارم، من بی تقصیر هستم، من یه راننده هستم، هم راننده فوزیه هستم. من میگه برو فلان جا. خب دستور اجرا میکنم. من آمدم به ولیت موضوع تعریف کردم که راننده چنین میگوید. گفت دستور بده به گارد که تقی امامی دیگر به کاخ را ندهند. من هم بلافاصله دستور اجرا کردم و دفعه اول که تقی امامی مراجعه کرده بود جلوش گرفته بودن که شما مجاز نیستید وارد بشید و دیگر هم مراجعه نکنید تا دستور بدهند. بعد خب فوزیه بید که تقی امامی که نمیاد و مسئله مطرح بوده، مسئله هم مسئله عفتی بوده، برای فوزیه و با اون خصائصی که داشت شاید تنها نقطه‌ای بوده که براش قابل تحمل دیگه نبوده. یه 10-15 روزی مجدداً همون رویه دفعه قبلش تکرار کرد. این دفعه گفت که یعنی بیان شد، گفته شد که به استراحت به مصر می رود، برای استراحت به مصر می رود و
و بعد از 10-15 روز رفت دیگه، اون دفعه که یک ماه تحمل کرد دیگه تحملش خیلی کمتر شده بود در این مورد. و این بار دیگر مراجعت نکرد و فاروق به محمد رضا پیغام داد که باید فوزیه را طلاق بدهید و هیچ راه دیگر هم ندارد. او هم همین کاری کرد و بعد طلاق جاری شد. به این ترتیب میبینیم که یعنی در این مورد زندگی فوزیه میبینیم که موضوع ازدواجش خب سیاست انگلیس بوده در اون زمان، از نظر نزدیکی دو قطب در خاورمیانه، دو قطب قوی، و در این دوران قطع این رابطه. در زمانی که محمد رضا شاه فوزیه را طلاق داد آیا شاه شده بود؟ بله شاه بود، در موقع طلاق دادن شاه شده بود. عرض کردم حدود سال 23 بود، چون این رابطه، البته این رابطه با اون زن با دیوسالار ادامه داشت، شاه هم که شده بود ادامه داشت به طور غیر رسمی. بله تو همون خونه میرم در خانه خود دیوسالار و پیرون هم دائما موضوع میگفت به فوزیه که جریان از این قراره که ادامه داره و میخواید دو مرتبه برویم و اینها. آیه فردوست، ممکنه که بعد از ازدواج فوزیه تا شهریور 1320 اگر اتفاقی افتاده و به خاطر دارید توضیح بدید؟ بله من دو تا مسئله کوچک هست بنده عبوراً عرض میکنم. یکی این که در تمام مدت، یعنی در تمام مدت 5 سال، یعنی بین 1315 یعنی مراجعت ولیعهد از سوئیس به ایران و 1320 رفتن رضاخان از ایران، هر روز بدون استثناء منهای روزهای جمعه و تعطیل، روزی 2 ساعت حداقل رضاخان با ولیعهد صحبت میکرد. البته تو اون موقع ولیت خیلی نزدیک بود به من و میگفت پدرم من رو آماده میکند برای سلطنت و زندگی خودش رو تعریف میکنه، جزئیات زندگی گذشته خودش، راجع جامعه ایرانی، راجع به تاریخ ایران، راجع به مسائلی که من نیاز به حساب ولیعهد میگو من نیاز دارم برای بعدها و راه نمایی ها که چه کار باید بکنی، چگونه باید عمل بکنی. این مسئله به حدی مورد علاقه رضاخان بود که حتی یک روز در این مدت 5 سال من هر روزای تعطیل عرض کردم
این تعطیل نشد و طولانی هم بود، 2 ساعت اکثرا فصل خوب که بود تو باغ قدم می زدن، مشاهده می کردم که در حال قدم زدن و گاهی ایستادن و اینها بحث می کنن. یه مسئله دیگه هم ارتباط پیدا میکنه با ازدواج دو تا از دخترهای رضاخان، شمس و اشرف، با دو نفر که کاندید به حساب دامادی شده بودند به وسیله رضاخان شخصا یا به هر ترتیبی. این جریان به این ترتیب بود که دو نفر دعوت آوردند به کاخ، فریدون جم که به درجه آرتش بودی رسید و علی قوام پسر قوام ملک شیرازی. بعد اینطوری که خود اشرف برای من همون روز تعریف کرد و ناراحت بود، گفت که رضاخان رو کرد به ما و پدرم رو کرد به ما دو نفر، گفت خب باید یه موقع ازدواجتون هست و دوش به حساب دو نفر برای شما در نظر گرفته شده، شمس چون بزرگتر هست انتخاب اول با اوست و بعد اون دومی نصیب اشرف خواهد شد. خب جم چون خوشتیپ‌تر بود و جذابتر، طبعاً شمس او رو انتخاب کرد با اختلاف زیاد، چون اینا با اختلاف زیاد بودن از نظر قیافه و همه چیز. خب اون علی قوام برای اشرف که بعدها این ازدواج البته عواقب بسیار وخیمی در زندگی اشرف گذاشت، یا اینکه اصولا و ذاتا به دلایلی که اطلاعی قبل از این ازدواج اصلا پیدا کرده بودم، خب اون اصلا یک آمادگی برای فساد داشت اشرف. شمس نه، شمس چنین چیزی، یعنی هر چیزی رو ممکن بود به اون بتوانیم مثلا مسائل ایراداتش میشه گفت، اما در این مورد، در این مورد مسائل جنسی نه. قبل از شهریور 1320 اگر در مورد کشف جواب هم مطلبی دارید بفرمایید. ندارم، فقط یه اطلاعی از یه احتمال قوی بنده در اون تاریخ در ایران نبود، در سوئیس بودم، کشف جام انجام شد، به من گفتند، یعنی گفتند که خودشون، خود مادر محمد رضا شاه و خواهرانش یعنی شمس و اشرف گفتند که ما بدون پس از کشف جام به قم مسافرت کردیم، برای زیارت رفته بودیم، بعد در اونجا از طریق به دستور روحانیت قم در یک اتاقی اینها رو به فرم محبوس نگه داشتن،
و گفتند که گفته بودند که شما حق ندارید که وارد حرم بشوید، حرم مطهر بشوید. به رضا خان اینا رو همه رو از خودشون شنیدم، از خود مادر محمد رضا شاه شنیدم تعریف میکرد. بعد جریان رو گفت بلا فاصله از طریق شهربانی محل به رضا خان اطلاع میدند، او شخصا با یک واحد نظامی حرکت میکنه به طرف قم، وارد قم میشه و اینها را از اون محبسه موقت یا بگیم حالا هر چی، به هر حال در اون محلی که نگاه داشته شده بودن خارج میکنه. اما از عکس العملش که در اونجا چه بعد از این جریان چه اعمالی انجام داده بلافاصله اطلاعی ندارم. در رابطه با حادثه مشهد و حوادث کشف حجاب اگر مطلبی دارید بفرمایید. بله، در مشهد البته یک فردی به نام اسدی و یک شخص روحانی بهلول و یک فرد دیگری هم بود در کار، در اونجا برای در مورد کشف حجاب مخالفت میکردند، مخالفت کردند، به خصوص بهلول که خیلی شدید حمله میکرده به رضا خان و با سیستمش و با این مسئله به این فرم کشف حجاب به این ترتیب. تعدادی از مردم مشهد متحسن میشوند به حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام و بعد حدود چندین هزار نفر و خواستشون این بوده که تا مسئله حجاب حل نشود ما اینجا خارج نمیشیم. فرمانده لشکر یه فردی بود که بعدها در سال 57 که اعدام هم شد به نام مطبوعی، درجهش هم سرلشکر بود. به نام کی؟ سرلشکر مطبوعی، اون موقع احتمالا سرتیپ بوده یا سرلشکر بوده در اون زمان. این واقعه او گزارشاتی میدهد و به تهران از جریان رضا خان دستور میدهد که سربازان وارد بشوند به سن و تهدید بکنن اول و اگر خارج نشدن تیراندازی بکنن، تیراندازی بکنن به روی مردم. او طوری که البته خودش به من اظهار میکرد، خود مطبوعی، سرلشکر مطبوعی، میگو وقتی این دستور رسید میگفتم یک کمی هم سیاست به خرج بدهیم برای اینکه شهر ممکن است به کلی مخشوش شود و ناراحت کننده باشد. و این گزارش مطبوع نبوده به طبع رضا خان، این جواب که سیاست هم باید در کار باشد، اون همون خشونت و ورود به صحن، ورود به سمت روسی سربازان و تیراندازی بوده. جهانبانی رو میفرسته در این جهانبانی ها باشه که بعدا به درجه، در اون موقع سرلشکر بود و بعد به درجه سپهبودی رسید که فوت کرده است. پدر این جهانبانی ها که یکیشون اعدام شد، سرلشکر نیروی هوایی بود
یکشون هم حسین جهانبانی است. چه پدر اینها داد؟ سرلشکر جهانبانی این رو میفرسته برای قلعا غم. این هم آمادگی فکری داشته. بله جهانبانی آمادگی فکری داشته و تربیت غربی داشته است و تحصیلاتش هم در فرانسه بوده است و بعد هم شاید خوشحالم بوده از این مأموریت. این می رود اونجا و دستور می رسه به مطبوعی که کلیه واحدهای لازم رو در اختیار جهانبانی بگذارید. جهانبانی هم واحدهایی که لشکر مشهد در اختیارش گذاشته میشه به وسیله مطبوعی وارد صحن میشه و روی مردم تیراندازی میکنه. تعداد مقتول شهیدان رو اطلاعی ندارم، ولی خب به هر حال صحن رو با تعداد قابل ملاحظه شهید در فضای صحن خالی میکنه. این مسئله بود که هم شنیده بودم و هم این که جریان رو از خود مطبوع به حساب چیز مطبوعی معدوم شنیدم شخصا، که در همین حدودی که حدودتون عرض کردم صحبت کرد، که میخواست بگه که من این کار رو نکردم و جهانبانی بود که چنین کاری رو انجام داد. اما برای فهمد لشکر مطبوعی بوده است. این هم مسئله درباره مقاومت مردم مشهد در مورد کشف اجاب. خب خیلی متشکرم آقای فردوس. بینندگان ارجمند، در اینجا این بخش از برنامه ما به پایان میرسه. با عنایت به اینکه مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه، همه شما را به خدای منان میسپارم. شب بخیر، خدا نگهدار.